احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از برنامه تک استیشن. تک استیشن داستانش چیه؟ خیلی وقت بود نساخته بودمش. موقعی که میام من لونا رو اینجا میزنم به شارژ، موقعی که ماشین داره شارژ میشه، یه سری مطلب علمی تکنولوژی و یه سری اخبار در واقع تکنولوژی و فضایی و علمی و اینا مربوط به این حوزه ها براتون آماده میکنم. خیلی خلاصه تو 7-8 دقیقه میام در اختیارتون میذارم که این اخبار مربوط به یه هفته در روز گذشته استش. خیلی وقت پیش یه 2 اپیزود از تک استیشن رو گرفته بودم ولی ادامه ندادم. الان تصمیم دارم که ادامه بدم. جاتون خالی یه دونه مرسدس بنز SL43 خوشگلم الان جلوی من از توی کارواش در اومد و کاش میدیدینش دیگه. حالا دوربین رو نمیخوام اونوری کنم دیگه، سخته. بریم سراغ این قسمت از تک استیشن و اخبار علمی تکنولوژی فضایی هفته گذشته. من اخبار رو توی گوشیم نوشتم، دونه دونه اینجا براتون مرور میکنم، در موردش بعضی وقتا میخوام صحبت کنم و نظر شما رو تو کامنت ها میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. اولین خبر مربوط پس به کمپانی اپل که اعلام کرده که ایرپاد اپل از سال 2026 قرار دوربین داشته باشه. همین ایرپاد هایی که الان هممون نسل مختلفش تو گوشمون میذاریم قراره که دوربین داشته باشه و قراره که در واقع از سیستم اینفرارد هم استفاده بکنه. این سیستم اینفرارد سیستمی که الان توی فیس آیدی و اینا ازش استفاده میکنه خود گوشی و اعلام کرده که از سال 2026 سالانه 18 تا 20 میلیون ازشون قراره تولید بکنن، از همین ایرپاد هایی که دوربین دارن، برای دیتکت بهتر محیط اطراف و کمک مخصوصا به ویژن پرو که حالا میدونید پارسال ریلیز شد. ویژن پرو برای یک نیروی دوربین کمکی برای ویژن پرو هم خواهد بود. بعد ببینیم که 2026 این ایرپادایی که دوربین داره چه شکلیه و به چه دردی قراره در آینده برامون بخوره. من فعلا تصوری نمیتونم داشته باشم که ایرپاد میذاری رو گوشت و روش دوربین داشته باشه، به خاطر اینکه اون دوربینه نمیدونم محیط اطرافتو داره دیتکت میکنه به چه دردت میخوره. بعد وایسیم ببینیم. خبر دوممون که مربوط به تسلا هست، روبوتاکسی. من اینو فکر کنم تو پلنت گفته بودم یا نه، ببخشید اینو تو استوریا توضیح داده بودم. خیلی اخبار جالبیه. احتمال جوین شدن تسلا و اوبر با هم دیگه خیلی زیاده. چرا این احتمالو میدن؟ به خاطر اینکه میدونید که 8 آگوست همین امسال یه ایونتی تسلا داره که ایلان ماسک میاد توش صحبت میکنه و میخواد توش روبوتاکسی رو که در واقع ماشینای خود تاکسی های خودران تسلا هست معرفی کنه. یه ماشینیه که الان تصویرشو داری میبینی، فقط 2 تا سرنشین میتونن توش بشینن، نه فرمون خبری هست نه هیچ چیز دیگه، فقط این مانیتور تسلایی جلوش هست که میتونن از اون مانیتور احتمالاً سر ستینگ و روتشون اینجور چیزا رو تنظیم بکنن و این ماشین قراره به زودی ریلیز بشه و بیاد توی ناوگان تاکسیرانی حالا آمریکا، استارتش از اونجا قراره باشه. حالا آقای ایلان ماسک چند وقت پیش اومده توی ایکس یا همون توییتر قدیم، آقای تراویس فاوندر کمپانی اوبر، کسی که کمپانی اوبر رو در واقع تأسیس کرده بوده رو فالو کرده، یه سری مراوداتی هم توی این چند سال گذشته با هم داشتن. ایشون اصلا آقای تراویس از سال 2019 توی ایکس یا توییتر در واقع هیچ فعالیتی نداشته. میگن این یه بوی اینو داره که قراره همچین اتفاقاتی بیفته و آقای تراویس قراره بیاد مدیر عامل قسمت روبوتاکسی تسلا بشه و از طرف دیگه، حالا این نکته هم جالبه بدونید، مدیر عامل فعلی اوبر یا آقای هست به اسم دارا خسروشاهی که من تو استوریام توضیح دادم، بیشتر از 50%شون آقای دارا خسروشاهی از اوبر فروخته توی هفته گذشته و اینا یه بوایی میاد پشت سر هم، یعنی اینا که حالا دائما تحلیل میکنن بازار و اینجور چیزا رو، دارن به این نتیجه میرسن که اوبر قرار ادغام بشه با تسلا و قبلا هم اوبر اعلام کرده بوده که آقا اگر تسلا بیاد همچین ماشینایی بده ما همشو میخریم ازشون و حالا دیگه فکر کنم مثلا بحث از خرید بگذره و قرار این دوتا ما هم ادغام بشن و یه جورایی از این به بعد اگه اوبر سفارش بدی در آینده احتمالاً روبوتاکسی تسلا میاد که فقط کافیه بشینی توش، مقصدو بهش دادی و به صورت اتومات و خودران حرکت میکنه به سمت مسیر. توی ایونت 8 آگوست بعد منتظر باشیم ببینیم ایلان ماسک چه توضیحاتی در موردش میده، ولی احتمالشو خیلی بالا دونستن که اوبر بیاد وزیر مجموعه تسلا بشه که خب به نظر من اتفاق باحالیه. خبر بعدیمون خبر ماشینیه. کمپانی کانکزگو خیلیاتون میشناسید، یه کمپانی خیلی معروفیه تو هایپرکارا و سوپرکارا، خیلی خفن میسازه. تونست دوباره رکورد خودشو توی 0 تا 400 کیلومتر و دوباره به 0 رسیدن بزنه. یه توضیح بدم یعنی چی؟ ببین چندین مدل تست داریم دیگه، 0 تا 100 داریم، نمیدونم 400 متر درگ داریم، فلان داریم. یکی از کلکلایی که بین اتومبیل سازای معروف دنیا تو این لول هست اینه که تو چه تایمی ماشین میتونه از 0 کیلومتر حرکت کنه به سرعت 400 کیلومتر در ساعت برسه و دوباره به 0 کیلومتر یعنی با ترمز برسه. رکورد قبلی جالبه که دست همین کانیگزگ بود با رگرا
و رکورد 28 ثانیه و 27 صدم ثانیه. حالا اومد رکورد خودشو با یه دونه ماشین یسکو ابسولوت، جسکو نوشته میشه البته، زد و 0 تا 400 0 رو 27 ثانیه ممیز 83 صدم ثانیه زده. یه لحظه با خود تصور کن که یعنی ماشین از 0 استارت میزنه، 400 کیلومتر سرعت میده، دوباره ترمز میکنه، به 0 میرسه و کل این پروسه 27 ثانیه طول میکشه. حالا جالب اینجاست که بدونی این یسکوی که الان ابسولوت بهتون گفتم، اگر سوخت E85 توش بریزن تو حالت این حالت 1600 اسب بخار خروجی میتونه بده و 0 تا 400 کیلومتر رو فقط تو 18 و نیم ثانیه میتونه رکورد بزنه. ببین ما وقتی از 18 و نیم ثانیه داریم صحبت میکنیم، مثلا یه پژو 206 0 تا 100ش حالا بسته به موتورش یه سیولوش 11-12 ثانیه است، ما با یه چند ثانیه بیشتر از اون داریم صحبت 0 تا 400 کیلومتر رو میکنیم. خلاصه که یسکو ابسولوت تونست رکورد خود کانیگزکو برای خودش بزنه که اتفاق باحالی بود تو هفته گذشته. یه خبر رباتی خیلی باحال که من تو پلنت هم گفتم اگه پلنت رو نهیدی شاید برات جالب باشه، اولین خودکشی ربات توی دنیا توی کره جنوبی هفته پیش ثبت شد. حالا این اسم رو روش گذاشتن جالبه، ولی یه رباتی بوده که در واقع مدارک رو توی اداره دولتی توی کره جنوبی بین چیزا جابجا می‌کرده بین جاهای مختلف این اداره، و یهو مثل اینکه یه جای دیوونه میشه و دور خودش شروع میکنه به چرخیدن، خودش از پله‌ها میندازه پایین و عکسش هم که داری می‌بینی منفجر میشه. و حالا دارن تحقیق میکنن که حالا سریا میگن به خاطر حجم زیاد کاریش بود و این داستان ها، اینا که مقداری حالا الکی فیلم به نظر میرسه، ولی دارن تحقیق میکنن که چه اتفاقی افتاده، یه ربات که دیگه احساسی توش وجود نداره و این ترسه رو به وجود میاره که در آینده همیشه این ترسه است که آقا این ربات ها بیان و در واقع بشر رو یه جوری بخوان نابود بکنن چه اتفاقی قراره بیفته، و این ترسه تو وجود همه کسایی که از تکنولوژی میترسن هست. حالا ببینیم چی میشه. خواستم اینو بهتون بگم، خبر جالبی بود، خودکشی اولین ربات توی کره جنوبی. خبر بعدی خیلی خبر بانمکی و ناراحت کننده است در واقع، این خبرهای اپل همیشه برای من. اپل اعلام کرد که آیفون ایکس و ایرپاد در واقع اورجینال رفت تو کاتگوری وینتیج، یعنی رفت تو کاتگوری کلاسیک گوشی‌های آیفون. حالا آیفون ایکس سال 2017 عرضه شد، خیلی ها همین الان هم هنوز آیفون ایکس استفاده میکنن، و وقتی اپل همچین چیزی اعلام میکنه معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه قرار نیستش که آپدیتی برای این سری بیاد، این در درجه اول، و تعمیراتش هم به صورت آفیشیالی خود اپل انجام نمیده، یعنی متفرقه باید سرویس و تعمیرات بگیرن بابت این داستان، که خیلی اتفاق عجیبیه. این سیاست کمپانی اپل و خیلی کمپانی دیگه که از یه جایی به بعد مثلا تو لپتاپ هم همینجوری، مثلا لپتاپ 2017 ممکنه دیگه الان آپدیت نشه، و این خیلی اتفاق بده برای کسی که صاحب لپتاپ 2017 است، و برای ماهایی که تو جهان سوم داریم زندگی میکنیم اصولا اتفاق بدتری هم هست، به خاطر اینکه اصولا یه لپتاپ 2017 مکبوک پرو برای ما شاید هنوزم لپتاپ خیلی خوبی باشه، ولی اپل اعلام میکنه که این رفت تو کاتگوری وینتیج. اینم از اپل. خبر بعدیمون باز دوباره مربوط به تسلا هست. تسلا داره ایلس تایر تولید میکنه. ایلس تایر چیه؟ یه سری لاستیکایی که دیگه با هوا کار نمیکنه توش، در واقع توش هوا نیست، که حالا مدل مختلفش از قبل هم کمپانی ها تولید کرده بودن دارن امتحان میکنن. یه سری شبکه های لاستیکی داره که حالا عکسشو داری میبینی، این سری داره با میشلین که در واقع یکی از خفن ترین کمپانی ها هست امتحان میکنه. میشلین قبلا توی شبیه بولت ایوی تست کرده بود این لاستیک های ALS رو در واقع بدون هوا رو. حالا قراره که با تسلا همکاری بکنن و احتمالاً در آینده ما ببینیم که لاستیک‌های تسلا قراره که این شکلی بشه. تسلا همیشه تو اینجور چیزا یک کمی جلوتر از بقیه است، ببینیم این اتفاق هم میفته یا نه. خبر بعدیمون فضاییه، در مورد بوئینگ استارلاینر که میدونید کپسولی بود که اولین بار با همکاری بوئینگ ساخته شد و فرستادن به ایستگاه فضایی ملحق شد. دو تا فضانورد رو با خودش میبرد، قرار بود یه سفر 10 روزه باشه و این دو تا فضانورد برگردن. فعلاً کپسول استارلاینر بوئینگ اونجا گیر افتاده تو ایستگاه فضایی. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از بوستراش، یکی از نیروهای پیشرانش، هیلیوم ازش درز می‌کرده، گاز هیلیوم ازش درز می‌کرده یا اصطلاحاً لیک می‌کرده، که حالا فعلاً دارن سعی می‌کنن با نمونه مشابهش رو زمین ببینن میتونن این تراستر رو تست بکنن که درستش بکنن یا نه، و اگر این اتفاق در نهایت نیفته فعلا یه پنجره امید 45 روزه گذاشتن که آقا ما 45 روز هنوز وقت داریم دو تا فضانورد توی ایستگاه فضایی بمونن، و اگر نهایتا نشه مجبورن که احتمالاً با یه جای دیگه مثل اسپیس ایکس هماهنگ کنن که با یه کپسول دراگون مثلا برگردن این دو تا فضانورد، و این اتفاق خوبی برای بوئینگ نمیتونه باشه، یعنی از لحاظ چه میدونم بازار بورس و اینجور چیزا بوئینگ توی هواپیما تو صنعت هوایی هم چند سال گذشته داره سری گندایی میزنه که
کلا براش خوب نیست، ولی فعلا این دو تا فضا نورد، حالا اخبار یه جوری بولدش میکنن، یه جوری اگزاجره میکنن، میگن این دو تا فضا نورد گیر کردن تو ایستگاه فضایی فلان بیسا، گیر که نکردن. پروژه قرار بوده 10 روزه باشه به خاطر لیک این بوستره که میگن اگه برگردم اتفاقی نخواهد افتاد، ولی ریسک نمیخوام بکنن. فعلا تا 45 روز دریچه گذاشتن که اینا میتونن اونجا بمونن. خبر بعدیمون هم باز فضایی، قرار تو پلنت این هفتم بگم ولی شما زودتر بشنوید چون عشق تکنولوژی و این چیزا هستی. ناسا یه قرارداد بسته با در واقع اسپیس ایکس که ایستگاه فضایی رو که سال 2030 قرار بازنشسته بشه با اون ابعاد بتونه در واقع دیوربیت کنه. دیوربیت کردن یعنی چی؟ یعنی ایستگاه فضایی الان توی مدار زمین در حال چرخش هست و تا سال 2030 هم قراره که کارش رو ادامه بده. حالا سال 2030 کارش تموم میشه، فضانوردها خارج میشن، با کپسولهای مختلف میان روی زمین و حالا ایستگاه فضایی بدون کنترل میمونه که باید یک جوری وقتی وارد اتمسفر زمین میشه، چون کامل ایستگاه فضایی امکان سوختنش موجود نیست، وارد اتمسفر میشه، حرارت یه سری از جاهاشو از بین میبره، ولی در واقع بقایاش باید بیاد بره توی اقیانوس آرام، توی منطقه امنی بره کف اقیانوس که حالا احتمالاً بعداً یه نقطه خیلی دیدنی هم خواهد شد. من فکر میکنم ریکاورش میکنن یا میارنش بیرون ایستگاه فضایی و از کف اقیانوس بعد از حالا 2030، یا میذارن اونجا باشه، اگه توی عمق قابل دسترسی باشه احتمالاً غواصا میرن و بررسی میکنن. حالا یه قرارداد بس، یعنی یه مزایده گذاشته بود که اسپیس ایکس سابقه معمول برنده شده، 843 میلیون دلار ناسا قراره هزینه بکنه بده به اسپیس ایکس که فقط بتونه ایستگاه فضایی رو دیوربیت کنه، یعنی آی اس اس رو دوباره برگردونه با چند تا کپسول به داخل زمین. از این هزینه طبیعتاً یه سریش بابت کپسولایی هست که قراره نیروی پیشران و بوستر رو ایجاد بکنن و خود ایستگاهو بکشن به سمت پایین تو یک موقعیت مناسب. اگر همینجوری ایستگاهو ول کنن به مرور زمان میاد تو اتمسفر، ولی کجا میاد خیلی مهمه، تو سر و کله مردم نیاد. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. 2030 خیلی هم دور نیست و ایستگاه فضایی بازنشسته میشه و ایستگاه فضایی جدیدتری قرار ساخته بشه که خیلی تکنولوژی بهتری داره. باز دوباره خبر بعدیمون فضاییه. جالبه که تیترش اینجوری نوشتن که شما دیگه از این به بعد تو مارس میتونید فیشن چیپس بخورید. محققا اومدن تحقیق کردن که برای زندگی آینده تو مارس ما چه چیزایی میتونیم اونجا درست بکنیم و اینا. این تحقیقو خیلی وقت دارن میکنن، اما از اونجا که ما 55 میلیون کیلومتر با مارس یا مریخ فاصله داریم و در آینده ایلان ماسک اعلام کرده و اصلا کلن پیشفرض بر اینه که تا سال 2050 گفتن حدود 1 میلیون نفر کلونی باید توی چیز زندگی بکنن، یعنی ما جمعیتی رو روی مریخ برای زندگی خواهیم داشت. حالا اینکه اعلام ایلان ماسک، ولی الان دارن محققا تحقیق میکنن، دیدن آقا ما برای یک سفر استاندارد حدود 7 ماه زمان لازم داریم که به مریخ برسیم. حالا الان مریخ نوردا روی مریخ هستن ولی انسان که تا حالا نرفته. حالا این 7 ماهه که خب خیلی زمان زیادیه، تایم خوبی برای این نیست که ما بتونیم محموله بفرستیم، مثلا غذا بفرستن برای آدمایی که رو مریخن و برگردن. گیر 7 ماه رفتش طول میکشه، 7 ماه هم فضاپیما برگشتش طول میکشه. در نتیجه دارن تحقیق میکنن که آقا چه جوری میشه یه چیزایی درست کرد که تو همون ایستگاه تو همون مریخ بشه در واقع تولید بشه. خیلی تحقیق کرده بودن قدیم، به این نتیجه رسیده بودن که با توجه به اتمسفر 95 درصدی دی اکسید کربن مریخ، به این نتیجه رسیده بودن که حالا با آزمایشایی که انجام دادن میشه سیب زمینی، گوجه فرنگی و یه سری پیازهای خاص و اینجور چیزا درست کرد. الان محققا فهمیدن که با توجه به وجود یخ توی قطب مریخ و سابقه وجود آب ظاهرا طبق تحقیقات روی خود مریخ، یه نوع ماهی رو میتونن اونجا پرورش بدن، خود کسایی که قرار رو مریخ زندگی بکنن، به اسم ماهی تیلاپیا. حالا من که ماهی رو نمیشناختم ولی میتونید سرچ کنید، ماهی همین الان رو زمین هست. گفتن آقا این ماهی تیلاپیا تو شرایط عجیب غریب میتونه رشد بکنه و روی زمین شرایط شبیه مریخ رو درست کردن و دیدن که این تیلاپیا میتونه اونجا رشد بکنه. در نتیجه برای این تو این تایتل نوشتن که آقا فیشن چیپس میتونیم تو مریخ در آینده بخوریم. یه نکته جالبی که در مورد تک استیشن یا اخبار تکنولوژی کلا و فضا وجود داره اینه که ما امروز میشینیم تو این ماشین سال 2024 این حرفا رو میزنیم و خیلی برای من جالبه اگر این ویدیو 15 سال دیگه هم وجود داشته باشه توی یوتیوب یا هر جای دیگه، و خب یه ویدیو وینتیج قدیمیه دیگه، و یه آدمی که اون روز داشته تو مریخ زندگی میکرده میکنه در واقع بیاد این ویدیو رو ببینه و داره اونجا فیشن چیپس درست میکنه، میگه این اخبارو 15 سال پیش گفتن ها. من نمیدونم مثلا 15 سال دیگه هستم یا نیستم، ولی خیلی اخبار جالبیه برای شنیدن حتی. ولی میدونید که تا 2050 قراره که 1 میلیون نفر اسکان داشته باشن، البته به تعویق خواهد افتاد. اینم از این داستان. خبر آخرمون هم باز دوباره ماشینیه، مربوط به نسکار. نسکار یه رشته خیلی معروفی توی مسابقات اتومبیل‌رانی خیلی‌ها بهش علاقه دارن. اگه دیده باشید یه پیست خیلی صافه که
با این شیبه گریز از مرکز داره ماشین وقتی داره روی این شیبه حرکت میکنه، با این سرعت وحشتناک ماشینا در حال حرکتن توی نسکار. و حالا برای اولین بار اومدن توی مسابقه آمریکایی معروف ماشین پروتوتایپ ایوی یا الکتریک رو امتحان کردن. اینایی که غیرتیان رو پترول و اینایی که هم باید فکر کنن که آقا این اتفاق داره میفته دیگه. اومدن برای اولین بار تو آمریکا اینو تست کردن. این ماشین 3 تا موتور الکتریکی داره و باید منتظر باشیم در آینده ماشینای نسکار الکتریکی بشن. رویش آخرین پلتفرم و شاسی ماشینای نسکار که قرار در آینده تولید بشه اومدن این موتور الکتریکی رو سوار کردن. جالبه ماشینای یه مقداری حالت کراس اوور هم گرفتن به خودشون، ولی این اتفاق داره میفته و احتمالاً روی بحث سرعت هم حتی میتونه سرعت بیشتری در نهایت داشته باشه نسبت به ماشینای پترولی که تو نسکار بودن. آقا این از اخبار هفته گذشته. اینا همه این چیزا که بهتون گفتم تو همین هفته در روز گذشته اتفاق افتاده. خیلی هاشم بهتون گفتم تو پلنت میگم. ببخشید طولانی شو بنا گفتم 14 15 دقیقه شد ویدیو، ولی برای خودم جذابه. من همیشه این اخبار سر صبح میخونم و بعضیاشو سعی میکنم جمع کنم. ماشینم هم تقریبا فول شارژ شد و بریم ماشینو بکشیم و خلاصه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی چکرم.